سرزمین بزرگ ایران پادشاهان زیادی به خودش دیده که در میون اونها بودن کسانی که کشور رو صدها سال به عقب روندن. در ایران بیوگرافی امروز قصد داریم تا 5 پادشاه بیلیاقت و منفور ایرانی رو خدمت شما معرفی کنیم و از خدمات گوهربارشون براتون بگیم. با ما تا انتهای ویدیو همراه باشید. شماره 5، شاه سلطان حسین صفوی. شاه سلطان حسین صفوی در سال 1047 شمسی متولد شد و در سال 1073 تاج سلطنت رو به سرش گذاشت، یعنی در 26 سالگی. او فردی نازک و مهربان بود و به همین دلیل خشونت در کشور به راحت ترین شکل اتفاق می افتاد و مردم در شرایط بسیار بدی به سر می بردن. سرانجام با حمله محمود افغان و سقوط اصفهان 29 سال حکومت سلطان حسین صفوی و همچنین دوره صفوی به پایان رسید. از او به عنوان مخترع سرسره زنانه یاد میشه. نهایتاً یک جوان دیوانه به نام محمود افغان با لشکری نچندان زیاد تونست پایتختش رو محاصره و تاج از سر بیکفایتش در بیاره. در زمانی که محمود افغان از افغانستان به راه افتاد و در سر راه خود شهرهای بم و کرمان رو فتح کرد و به سرعت به سوی اصفهان در حرکت بود، شاه سلطان حسین در همان زمان دستور داده بود تا هر سال یک روز هیچ دکانداری در بازار و خیابانها حق نداشته باشه در محل کسبش حضور داشته باشه و باید حتما زن و دخترانش به جای او در دکان باشن، تا شاه که طبق فتوایی محرم همه زنان بود و هیچ زنی نمی بایست از او رو بگیره، اونا رو ببینه و از میون اونها تعدادی زن و دختر زیبا انتخاب کنه و به حرمسرای خودش ببره. شماره 4، احمدشاه قاجار. انتظار پادشاهی کشور بزرگی مثل ایران از یک نوجوان 12 ساله کار اشتباهیه. احمد شاه که جانشین محمد علی شاه بود و به عنوان آخرین پادشاه قاجار ایرانی به حساب میاد، تمام کاشته های قاجاریه در سالیان گذشته رو به باد داد و سلطنت رو تقدیم خاندان پهلوی کرد. در این دوران جولان روس‌ها در مناطق شمال کشور مثل مشهد و تبریز زیاد بود و عملاً کشور از دست احمدشاه خارج شده بود. او اولین بار در 17 سالگی ازدواج کرد و سپس 3 دختر دیگر رو هم به عقد خودش درآورد. جنگ جهانی اول و اشغال ایران و سپس قحطی عجیب و غریب سال 1296 که به موجب اون 10 میلیون ایرانی جون خودشون رو از دست دادن، از دست گلهای دیگه ایشون به حساب میاد. نهایتاً او در سن 28 سالگی بعد از 16 سال پادشاهی بر ایران در حومه شهر پاریس بر اثر بیماری ورم کلیه فوت کرد و جسدش در کنار پدر در شهر کربلا دفن شد. قبل از اینکه مورد سوم رو معرفی کنیم، از شما درخواست داریم تا از سایر ویدیوها و دستبندی‌های ما نیز دیدن کنید و بزرگترین مرجع بیوگرافی ایران رو سابسکرایب کنید. مطمئن باشین بعداً خیلی به کارتون میاد. از اینکه همراه ما هستید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. شماره 3، فتح‌علی شاه قاجار. فتح‌علی شاه قاجار در تاریخ 1150 شمسی در شهر دامغان متولد شد و در سال 1176 تاجگذاری کرد و به عنوان شاه ایران انتخاب شد. قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنچای در زمان این پادشاه اتفاق افتاد و استقلال ایران را بسیار ضعیف کرد. در زمان او و در نبردهای بین روسیه و ایران، بیشتر نواحی شمال غربی ایران که شامل ارمنستان، گرجستان، باکو و تفلیس بود از ایران جدا شدند. در زمان فتح‌علی شاه قاجار اکثر قراردادهای ایران با کشورهای اروپایی مثل انگلیس و فرانسه نیز باعث اعطای امتیازهای زیادی به کشورهای دیگه شد. پادشاهی که تمام توجهش به آرایش ریش بلندش بود و خوشگذرانی با زنان حرمسراش. شماره 2، ناصرالدین شاه قاجار. او که معروف به قبله عالم و صاحب قرانه، یکی از شاهان ایران زمین در زمان قاجار بود که 50 سال بر مسند قدرت نشست. وی که فرزند محمد شاه در سال 1247 در یکی از روستاهای تبریز متولد شد و پس از تلاش‌های امیرکبیر در سال 1264 به قدرت رسید. او که فردی بسیار عیاش و خوشگذران بود، در دوران حیاتش با 112 زن ازدواج کرد که تعدادی از اونها صیغه و برخی عقدی بودند. حرمسرای ناصری یکی از بزرگترین حرمسراها در دوران قاجار بود که با در نظر گرفتن کلفت‌ها و خدمه به 2000 نفر هم می‌رسید.
رسید. وی در دوران حکومتش به بیگانگانی مانند روسیه و انگلیس امتیازات فراوانی مانند مالکیت تنباکوی ایران به جرالد تالبوت انگلیسی، درآمد گمرک ایران به پل جولیوس، جدا شدن ترکمنستان و خیوه و پاکستان از ایران، به اشغال در اومدن هرات و افغانستان توسط انگلیس و غیره را داد. اینها برخی از کارهایی بودند که این پادشاه رو جزء منفورترین نامها در تاریخ ایران قرار داده. ناصرالدین شاه رو میتوان عجیبترین پادشاه ایران دونست. پادشاهی که در سن 68 سالگی عاشق دختری 12 ساله به نام ماه رخسار که خواهر زنش هم بود شد و در حالی که این دختر بیچاره جای نبیره او بود او را عقد کرد. واقعا که روحش شاد و یادش گرامی. شماره 1، سلطان محمد خوارزمشاه. برخی منابع محمد خوارزمشاه رو ترسوترین پادشاه ایران میدونن. او در تاریخ 20 شعبان 596 هجری قمری تاج سلطنت رو به سر گذاشت. بدون شک در مورد حمله مغول‌ها به ایران شنیدین. این اتفاق که به سرکردگی چنگیز خان مغول رخ داد، یکی از تاریخ‌ترین رخدادهای تاریخی در ایرانه و باعث به خاک و خون کشیده شدن تعداد بسیاری از ایرانیان شد. پادشاه ترسو و بی‌لیاقت ایران در زمان حمله مغول محمد خوارزمشاه بود. مغولان که خودشون رو در برابر مردم ایران تنها دیدن، مردم شجاع ایران رو به خاک و خون کشیدن و ایران رو به یک ویرانه تبدیل کردن. سلطان محمد خوارزمشاه به جزیره آبسکون در دریاچه خزر گریخت و میگن از ترس مغولان در همونجا دق کرد. همراهان عزیز ایران بیوگرافی، این ویدیو در دسته‌بندی‌های تاپ 5 در گذشتگان و پادشاهان ایران بیوگرافی ذخیره میشه. لطفاً از پیشنهادهای آخر ویدیو نیز استفاده کنین و سایر ویدیوهای ما رو نیز ببینین. در ضمن منتظر شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما در قسمت کامنت ها برای قسمت‌های بعدی خودمون هستیم. ایران بیوگرافی، بیوگرافی آنانی که میشناسیم و نمیشناسیم.